رمان تازه از شهریار مندنی پور نویسنده ایرانی توسط نشر مهری در لندن منتشر شده به نام اقرب کشی. شهریار مندنی پور از نویسندگان مطرح زبان فارسیه که از اون تا کنون چندین رمان و مجموعه داستان کوتاه منتشر شده مثل راز نیم روز، مومیا و اصل، شرق بنفشه و دل دل دادگی شهریار مندنیپور حدود 15 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد در آمریکا رومانی از او منتشر شد به نام سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی که مورد توجه منتقدان قرار گرفت و به بیش از ده زبان ترجمه شد رمان کشی آقای مندنی پور هم پیش از اینکه به فارسی منتشر بشه به زبان انگلیسی و به نام ماه پیشانی منتشر شده بود شهریار مندنی پور امروز از لس آنجلس مهمان منه آقای مندنی پور لطفا با خلاصه ای از داستان اقربکشی شروع کنیم در مورد افسر وظیفه دیده در جپی غرب جای مشرف شهر حلبچه و خب بمباران حلبچه رو میبینه بمباران شیمی حلبچه رو میبینه یه دلبستگی دل داره به اون با دوربین اون شهر رو میبینه مدرسه اونجا رو میبینه دلبستگی داره به اون بچه و شکه میشه کنترل رفتاری شاید دست میده جاشون لو میره و با تشوار عراق میبندتشون به خونپاره بعد سالها پنج سال بیشتر در بیمارستان ها حتی یا نوعی تیمارستان که که خودشو مخفی کرده از خانواده فراریه خانواده پیداش میکنن میارنش خونه و روزها و شبها رویا این میبینه که یک کرغه نامزدی دسته یه دختر میکنه بدون که چهره دختر رو ببینه و دیگه باید خواننده اگه دوست داره بخوندش چرا اسم کتابتون اقرب کشیه؟ یعنی چی اقرب کشی؟ یه جپی پی بودیم اسم کورموش در دشت زاب بود و جپه خطرناکی بود اقرب هم زیاد بود هفته یکی دو تا سه تا اقرب زده من داشتم از سر بزن و تو حتی سنگر همیشه یه تیغ بود سرومی که نداشت بهداریمون و اولین کار این بود که این تی زخم و تی جای نیش تیخ بزنم و خون زخم رو بمکم تا بعد آمبولانس بیاد و سرباز رو ببره سرباز میگفتن ما اغرب خشک میکنیم داخل توتون سیگار میکنیم و میکشیم و این های اون میکنیم همچی یعنی چیزی من انتحان نکردم اغرب کشی استاره است دیگه فقط به معنای این نیست که چیزی تدخیم بشه و حالتی عوض بشه نه استرس است برای شرایط جنگ که انگار هر کسی اونجا داره اقرب میکشه اقرب در جانشه شما تو دوران جنگ ایران و عراق خودتون جبهه رفتید و تجربهتون از جبهه تو بعضی از کارهاتون وجود داره دربارش نوشتید چی شد که در کار تازهتون هم دوباره سراغ جنگ رفتید برار جنگ هر هم که زمان ازش بگذره لایه‌های دیگه پیدا میکنه چه در تاریخ چه در حافظه ما و خب تجربه بود که من داشتم و بختیار بودم که زنده برگردم و حالا داستانش رو بنویسم نه گواهی شو. ولی داستانش رو بنویسم و متاسفانه به خاطر سانسور تاریخ در ایران خیلی وقتا شاید صادقترین روایت از جنگ رو باید در داستانهای این سمت بیت نه در داستانهای دولتی داستان از زاویه دید دو فرشته موکل روایت میشه که بر شونه های چپ و راست شخصیت داستان نشستن زبان این دو تا فرشته با هم متفاوته چرا برای اونها دو تا زبان متفاوت انتخاب کردید به نظرم هر داستانی یا هر رومانی فرم روایت خود، روایتی خودش رو میخواد و راوی خودش رو برای این رومان سالها دنبال فرمش بودم داستانش رو تا داشتم بدون پایانش اگه درست یادم باشه دو برلین به ذهنم رسید که چرا من روایت کنم چرا یه شخص روایت کنه دو تا تو روایات ظاهرا تو مسیحیت هم هست در اسلام هست دو تا فرشته هستن موکل بر شانهای چپ و راست و اینا اعمال ما رو می نسن. اولی اولین نکته که به ذهنم رسید خب نصر این دو تا فرشته باید وام فرق چون خب خیر و شر یه امر متافیزیکیه تعریف های متفاوت داره و آدم هم خیلی هم باش مت... توافقی ندارن چی خیره چی شره از نظر من فقط ساختن زیبایی خیره حال برای که دوچار این تعریف نشم دو تا متفاوته و واقعیت یا خیر و شر یا حتی شانه چپ یا شانه چپ و شانه راست از زاویه دید این دو نصر نوشته میشه یه تقسیم بندی کردم که کدوم روایت ها رو چپ بنیسه کدوم روایت ها رو راست و کدوم روایت ها به نصر راست شانه راست درست در میاد بهتر در میاد و کدوم به نصر شانه چپ اینجوری بود تقسیم بندی من شما دوتا کتاب اخیرتون رو به زبان فارسی نوشتید که بعد به انگلیسی ترجمه شد و به انگلیسی منتشر شد معروفه که شما نصر فارسی شاعرانه ای دارید آیا فکر میکنید این حال و هوای نصرتون در ترجمه هم منتقل شده؟ تا حد زیادی به انگلیسی منتقل شده خب برحال نحوای مختلف دارن این دو زبان و کارکرده استعاریشون متفاوته بخیاری شا... من بود که با مترجم خوب آشنا شدم و با هم سالها رو سانسور یک داستان عاشقانه کار کردیم اولم کار ساده نبود تا اون به نصر من آشنا شد و بعد من به زبان انگلیسی اون آشنا شدم اما ما از پسش بر اومدیم خانم سارا خلیلی من همیشه مدیونش هستم و به نحفی زبان فارسی منو به غرب باز کرد اگر میشه چند خط از رمان اقرب کشی برامون بخونید نازنین من خیلی خوب است که هیچی نمیدانی از تنهایی یک اکثر وظیفه دیدبان در گله ها و میشه یک دفعه ممکن است اتفاق بیفتد و میشه یک هو بعد است خواب باشی یا بیدار یک هوف و فوارای خون به زمین نازل میشوند و مثل اسید خاک را میخورند و خیلی همیشه ناگهانی با کلاشینکوفهای های اقربی روسی و جسه های شاخگاوی آلمانی سرباز های برهی به جان هم میافتند آنها که به به چشم من تخت خوابن دیگر و دیگر شاید حتی فرصت پیدا نکنند مرا سرزنش کنند.